تقدیر و سرنوشت، قضا و قدر، شانس و اقبال، هر اسمی که روش بذاریم داستان عجیب و جالبیه. اینکه یک مگس یک کاسب رو از فرش به عرش رسونده. دارم از داستان واقعی حاج میرزا ابوالقاسم مفرح حرف میزنم که از کاسبا و تجار صاحب نام چای توی سرای حاج حسن بازار بزرگ تهران بود و به دلیل فعالیت‌های تجاری و کسب و کار خوبش بین فروشنده‌های داخلی و خارجی تقریباً توی سرتاسر ایران شهرت پیدا کرده بود. اما یکی از معاملات تجاریش که قرار بود معمولی و طبق روال همیشه باشه، با حضور یه مگس ناقابل میرزا رو توی دردسر انداخت و سرنوشتش رو تغییر داد. با ما تا آخر داستان همراه باشید تا ماجرای میرزا مفرح و عاقبتش رو براتون بگم. حاج میرزا ابوالقاسم مفرح از حسن شهرت و اعتبار خاصی برخوردار بود و امضاش زیر هر کاغذی حکم سند داشت. یه روز حاج میرزا ابوالقاسم تقاضای کتبی سفارش 1000 جعبه چای خارجی رو به طرف معاملش توی هندوستان میده. البته توی بعضی اسناد و روایات 400 یا 500 جعبه هم ذکر شده. از قضای روزگار و بر حسب تصادف، از اونجا که این تقاضای کتبی مدت طولانی توی راه بود، تقاضاش توسط یک مگس که با فضلش سفر بزرگی رو جلوی تعداد سفارش‌ها گذاشته بود به تعداد 10,000 جعبه چای تبدیل میشه. وقتی که درخواستش به مقصد میرسه، فروشنده هندی خوشحال از این معامله نون و آبدار مقدمات ارسال کالا رو بر مبنای مقدار سفارش شده تدارک میبینه و اقدام به فرستادن 10,000 جعبه چای میکنه، نه 1,000 تا. و یک برگ حواله هم توی سررسیدی که قبلا بین اونها به توافق رسیده بوده برای قبولی و پرداخت حاج آقا به ایران میفرسته. حاجی از همه جا بی خبر وقتی از طرف گمرک مطلع میشه که ای دل غافل 10,000 جعبه چای براش فرستادن، خیلی ناراحت میشه و حواله رو همراه سند هم قبول نمیکنه و به اصطلاح اون رو نکول میکنه. دو طرف معامله مکاتباتی رد و بدل میکنن که از طرف خریدار مقدار کالای سفارش شده انکار میشه که من این تعداد جعبه چای رو میخوام چیکار کنم، و از طرف فروشنده به مقدار سفارش شده اصرار میشه که همین تعداد سفارش شما بوده و این هم تقاضانامه کتبیش، چون شما مشتری معتبر ما بودین ما نیازی به استعلام مجدد نمیدیدیم. میرزا ابوالقاسم که توی یک عمل انجام شده قرار گرفته، حسابی دچار پریشونی و نگرانی میشه، اما با اصرار همکاراش قبولی حواله رو اعلام میکنه، اما همچنان نگرانه که چطور باید این مبلغ هنگفت رو توی موعد سررسید جور کنه. اما انگار خدا برای میرزا ساخته بود، چون اتفاقات بعدی توی راه بودن. توی این گیرودار دامنه جنگ جهانی کم کم به کشور ما میرسه و به واسطه همین جنگ همه چیز یک باره تغییر میکنه. چای توی بازار کمیاب و تقریبا نایاب و قیمتی میشه. مخصوصاً در زمان قدیم که قند و چای یکی از کالاهای ضروری مردم به حساب میومد و در حد نون شب واجب بود. قیمت چای با کمیاب شدنش به حد بی سابقه ای بالا میره و حاج مفرح همه جعبه های چایش رو طبق نرخ تعیین شده از طرف دولت که چند برابر قیمت خرید بوده به فروش میرسونه. توی اون وضعیت بحرانی جنگ جهانی کاری که انجام میده اینه که قبل از سر رسید وچه حواله رو به هر ترتیبی شده برای فروشنده میفرسته و خیالش از این بابت راحت میشه. اما قصه این سفر بی‌محل به همینجا ختم نمیشه. حاج میرزا ابوالقاسم میفهمه که خدا با سفری که توسط یه مگس ناچیز گذاشته شده تحولی توی زندگیش ایجاد کرده. از آیده این معامله اقدام به خرید ملک و املاک زیادی تو منطقه یاخچی آباد تهران میکنه. از اونجا که یه مرد مؤمن و مقید بود و زندگی ساده ای هم داشت، در پرداخت صدقات و خیرات و برپایی مجالس و مناسبت ها پیش قدم میشه.
سرانجام در زمان حیاتش مقدار زیادی از اموال و داراییشو از جمله 600 هکتار اراضی منطقه یاخچی‌آباد، چند دهن مغازه، کاروانسرا و خونه رو وقف عام میکنه. ساخت بیمارستان خیریه مفرح تو سال 1318 با هدف ارائه خدمات رایگان به مردم فقیر جنوب شهر شروع میشه و آماده سازی و تجهیزش حتی توی سالهای مقارن با جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا میکنه و در نهایت در سال 1321 افتتاح میشه. اون زمان این مرکز یکی از بیمارستانهای معروف و مجهز تهران بوده. حاج میرزا ابوالقاسم مفرح در سال 1328 بعد از چند سال اداره بیمارستان از دنیا رفت و در قم به خاک سپرده شد. اگر این اتفاق برای شما می افتاد چی کار می کردید؟ تا به حال فکر کردید چند بار شانس سراغتون اومده و ازش استفاده کردید؟ حتما نظرات خودتون رو برامو بنویسید و اگر از ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از ما حمایت کنید. سپاس از همراهیتون. این دوتا ویدیو رو هم پیشنهاد میدیم ببینید.